لیکی محجوب همکارم اینجا در استودیو همراه ماست. لیکی، بیشتر از تو بشنویم در رابطه با تجمع اعتراضی امروز کارگران. ببین، کارگران پتروشیمی اعلام کردن که اعتصاب کردن، تجمع کردن و بعد اعلام کردن این اعتصاب و همگام میشن با خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی و اعتراض میکنن به 43 سال سرکوب، فشار و برخوردهایی که با همه اقشار شده، نه فقط با کارگران. در تمام این مدت، توی مخصوصا 2 سال اخیر، کارگران پتروشیمی بارها و بارها اعتصاب کرده بودن به خاطر مشکلات صنفیشون، ولی الان میگن همراه با مردمن و دست از کار میکشن. به همین دلیله که جاده های منتهی به پتروشیمی رو بستن، حالا یا لاستیک اونجا آتیش زدن یا با سنگ مسیر رو مسدود کردن که نیروهای امنیتی نتونن بیان و حالا سرکوب بکنن یا بازداشت بکنن. فعلا اتفاقی که داره میفته اینه که این اعتصاب گسترده است. مسیرهای منتهی به پتروشیمی ها رو در اصلویه کارگرا تلاش کردن که با لاستیک یا با سنگهایی که وسط خیابون و جاده ها ریختن مسدود کنن. بریم 2 تا ویدیو با هم در همین رابطه و در مورد اعتصاباشون ببینیم و برگردیم. پتروشیمی بوشهر، سایت 1، اصلویه 18/7/401. ساعت 6 صبح، پتروشیمی بوشهر، سایت 1، اصلویه. اصلویه پتروشیمی بوشهر، 18/7، اصلویه پتروشیمی بوشهر، سایت 1. کمپین اعتصاب کارگر. ببین، سایت 1 و سایت 6 تا الان ما گزارشی که داریم اینه که تو اصلویه کار رو در هر حال اعتصاب کردن. در بخشای دیگه، در پتروشیمی بوشهر، در پتروشیمی هنگام همین اعتصاب شکل گرفته. اینا همه مجموعاً در محوطه اصلویه هستن. برآورد میشه تا الان دست کم 1000 کارگر دست از کار کشیدن و در اعتصاب دارن شرکت میکنن. اتفاقی که افتاده اینه که کارگرا از مردم هم خواستن که باشون همراه بشن تا نیروهای امنیتی نتونن اونها رو سرکوب بکنن و شعارهایی هم که میدن شعارهایی که ما توی این 4 هفته از مردم در خیابون شنیدیم: مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر جمهوری اسلامی. و خواستشون این هستش که همراه با مردم بتونن شرایط و زندگی بهتری رو برای همه اقشار داشته باشه.